برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. ساعت اولیه صبح روز گذشته جمعه، دقایقی پس از پایان پنجمین مرحله آتش بس موقت میان اسرائیل و حماس، ارتش اسرائیل حملات خود را به نوار غزه آغاز کرد که از آن لحظه تا کنون بیش از 137 فلسطینی که بیشتر آنان از کودکان و زنان هستند کشته شدند. گفتنیست اسرائیل و حماس یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند. اسرائیل حماس را به سنگ اندازی در استمرار تبادل اسرا متهم کرده، اما حماس مدعی شده که همه پیشنهادات مختلف برای انجام تبادل را از طریق قطر و مصر به طرف اسرائیل اعلام کرده، اما آنها پیشنهادات را رد کردند. رئیس جمهور عراق گفته کشورش شکننده ترین کشور جهان در برابر تغییرات آب و هوایی است. عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق که روز جمعه 10 آذر در 28 اجلاس آب و هوایی سازمان ملل در دبی سخن می گفت افزود دجله و فرات امروز به دلیل تأثیرات عدیده از جمله تغییرات آب و هوایی در حال خشک شدن است. وی افزوده عراق با بحران آبی بسیار خطرناکی روبروست و بهترین دلیل آن هم خشک شدن الهوار در جنوب عراق است که در فهرست آثار باستانی جهان قرار دارد. همزمان با برگزاری نشست سالانه ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی در دبی، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که افغانستان یکی از 10 آسیب پذیرترین کشورها و دارای آمادگی کم برای رویارویی با اثرات تغییرات اقلیمی است. یوناما با نشر اعلامیه‌ای گفته که اثرات و فشارهای اقلیمی همچنان بر زندگی روزمره میلیون‌ها افغان تأثیر می‌گذارد و از کشورها خواست از مرحله آگاهی به مرحله عمل حرکت کنند. سازمان ملل متحد می‌گوید که تغییرات اقلیمی تأثیرات منفی بر سلامتی، بهداشت، فقر، مهاجرت و بیجا شدن آسیب پذیرترین افراد جامعه داشته است. منابع عراقی اواخر شامگاه پنجشنبه از انفجار 2 بمب کنار جاده‌ای در روستای العمرانیه واقع در استان دیالی عراق خبر دادند. به نوشته خبرگزاری رویترز، این انفجار زمانی رخ داد که مردم غیر نظامی در حال بازگشت از یک برنامه انتخاباتی بودند. دو منبع امنیتی عراقی گفتند که همزمان با انفجارها افراد ناشناس شروع به تیراندازی به سوی مردم کردند. منابع عراقی میگویند که انفجارها در مسیر عبور اتوبوس حامل غیر نظامیان رخ داده است و قربانیان این حادثه از اعضای عشیره یک نماینده محلی هستند. هنوز گروه و یا فردی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. بر اثر این حمله دوگانه دست کم 11 نفر جان باخته و 14 نفر دیگر زخمی شدند.